با درود کانونهای شورشی به شهیدان و سوختبران قیام در سیستان و بلوچستان. به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران در شهریار، به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای در تهران، به آتش کشیدن مجسمه جلاد قاسم سلیمانی در شاهرود. شاهرود، با آتش کشیدن مجسمه جلاد قاسم سلیمانی. کانون شورشی 880، پنج شنبه 14 اسفند 99. شهریار، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران. کانون شورشی 490، پنج شنبه 14 اسفند 99. تهران، به آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای. کانون شورشی 600، پنج شنبه 14 اسفند 99.
باشید روش، پادا 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 بلوش باید باشید روش. این همه مهنت این همه دار، خشم بلوچ و شور نبر، رنگ کبر با روت سیاه، ساعده ای بر جان سپاه. از دل توفان های مدام، خشم بلوچ و موج نیام، از همه ایران دلیر، بر تو درود و بر تو سلام، بر تو درود و بر تو سلام. پادا 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 بلوش باید باشید روش، پادا 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 بلوش باید باشید روش. درود بر رجبی، سریوان تنها نیست، ما همه با هم هستیم. زنده باد بلوچ، مرگ بر خامنه‌ای. درود بر رجبی، درود بر سازمان. حاضر 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 حاضر. مسدود کردن محور رودبار جنوب به زهکلود توسط جوانان دلیر بلوچ. قلعه بید، تهاجم دلاوران بلوچ به پاسگاه پاسداران با رگبار گلوله و شلیک RPG توسط جیش العدل. تو RPG دادن؟ RPG هم دادن؟ یکی دیشه به آسوشگاه ما مخورد، همه هم که داخل بودیم. یا هیچ نداره که نه دیگه، باید خرجشون بره. نکو نکو بابا ولش کن. اختلال و قطع مجدد اینترنت در زاهدان و قلعه بید. وحشت رژیم از اطلاع رسانی از خبرهای خیزش جوانان و مردم بلوچ. شهر تبریز سلام میکنم به همه مردم ایران، مخصوصا به قوم غیور بلوچستان. میخواستم بگم که مردم عزیز بلوچستان، ما راه شما رو ادامه میدیم و نمیذاریم صدای شما خاموش بشه. همه ما یه ملتیم و از برنامه خوب سیمای آزادی که داره صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسونه خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به کانونهای شورشی بلوچستان، این زنان و مردان شجاع و قهرمان، ما مردم فارس، ترک، عرب، لور و سرخسی ها در کنار شما هستیم. خون
سوختبرانی که به خاطر یک لقمه نان به ناحق ریخته شده و جوشش خونشان ضامن پیروزی خلق قهرمانه است، ما در کنار شما هستیم تا پیروزی علیه این دیکتاتوری فاشیست حاکم بر ایران. از آن ماست فردا، از آن ماست پیروزی. مقاومت کنید، ما در کنار شما هستیم. کنفرانس در کنگره آمریکا. شمار امضا کنندگان قطعنامه دو حزبی در کنگره به 158 نماینده رسید. حمایت از قیام مردم ایران و طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، برقراری یک ایران دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر اتمی و جمهوری، محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی توسط حکومت ایران. محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام و سوخبران بلوچ در کنفرانس نمایندگان کنگره آمریکا. سخنرانی های نمایندگان کنگره، قسمت اول. تام مکلینتاک، جمهوری خواه از کالیفرنیا، عضو کمیته قضایی. براد شرمن، دموکرات از کالیفرنیا، عضو کمیته روابط خارجی. مرگ بر خامنه‌ای قاتل خلق بلوچ. مرگ بر خامنه‌ای قاتل خلق بلوچ. تظاهرات یاران شورشگر، حمایت از قیام مردم دلیر بلوچستان و محکومیت کشتار سوختبران. مرگ بر خامنه‌ای قاتل خلق بلوچ. مرگ بر خامنه‌ای قاتل خلق بلوچ. هر اول هر آخر سرنگونی سرنگونی. ایران رجوی رجوی ایران، ایران رجوی رجوی ایران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. دوستان رفقا، درود ما به شهیدان جاودان راه آزادی. ما هواداران، ما اعضای شورای ملی مقاومت، همراه با زحمتکشان و دانشجویان، زنان قهرمان، دختران انقلاب، معلمین، اساتید دانشگاه‌ها، زندانیان سیاسی و در کنار اقشار و ادیان و اقوام و دراویش و دلاوران کردستان و لرستان، همه این یک صدا جهت بلندازی رژیم جنایتکار آخوندها قیام نموده ایم.
مردم به پا خواسته بلوچستان و قهرمانان سراوان و دیگر شهرها در تمام ایران در این روزهای اخیر نشان می‌دهند که با ایستادگی در مقابل این جنایتکاران و آتش کشیدن مراکز دولتی و مقابله و رو در روی پاسداران جنایتکاران رژیم در وحشت قرار گرفتند و به طور کامل شورشیان در یک قیام بزرگ در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان به حالت آماده باش کامل در آمده اند و حمایت بزرگ در تمام خاک ایران از این قهرمانان ادامه دارد. جانهای پاک شهیدان را مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان. بلوچی قهرمان، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان. بلوچی قهرمان، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان. بلوچی قهرمان، حمایتت میکنیم. بلوچی قهرمان، حمایتت میکنیم. از سراوان تا تهران، مرگ بر خامنه‌ای. سراوان، سراوان، حمایتت میکنیم. سراوان، سراوان، حمایتت میکنیم. حرف اول، حرف آخر، سرنگونی، سرنگونی. حرف اول، حرف آخر، سرنگونی، سرنگونی. دیکتاتور منارش، آرش جمال آتش. دیکتاتور منارش، آرش جمال آتش. سر، اصل ولایت فقیه، زنده باد قانون‌های شورشی. بر اصل ولایت فقیه، زنده باد قانون‌های شورشی. خامنه‌ای روحانی، تو دشمن ایرانی. همه دار خشم بلوچ و شور نبرد رنج کبر با روت سیاه ساعده ای بر جان وزارت خارجه آمریکا. قتل سوختبران و معترضان توسط نیروهای امنیتی دولتی در استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم می‌کنیم. استفاده از نیروی مرگبار علیه تظاهرکنندگان غیر مسلح نشانه نقض آشکار قوانین بین المللی و بی‌اعتنایی بی‌رحمانه به جان انسان هاست. اصفهان، تجمع اعتراضی جایگاه داران سوخت. الان 40 ساله که ما داریم با شرکت پخش مکاتبه میکنیم، دریغ از یک جواب به ما. همه میدونن که علت کسری ها غیر استاندارد بودن سوخت، غیر استاندارد بودن تانکرهایی که سوخت میارن و اختلاف درجه حرارتی که بین مناطق هست. ساوه، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سرامیک فردا. سلام، امروز مبارک 13/12/99 اعتراض کارگران شرکت کارفلوز روی سرامیک فردا استفاده نسبت به پایین بودن پایان‌بود و برداشتن سطحی کرد. بیرجند، تجمع اعتراضی دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه صنعتی.
جمهور آمریکا. در جستجوی عاملان حمله موشکی به نیروهای آمریکایی در عراق هستیم. در آن نقطه قضاوت خواهیم کرد. سخنگوی کاخ سفید در مورد حملات موشکی به نیروهای آمریکایی در عراق: ما در زمان مناسب دست به اقدام خواهیم زد و این حق را برای خود محفوظ می‌داریم. جنساکی: ما به تهاجم اخیر شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران به نیروهای آمریکایی و ائتلاف پاسخ دادیم که حساب شده و کاملا متناسب بود و از پوشش قانونی نیز برخوردار بود. این الگوی پیشروی ما برای هر اقدامی است. وزارت دفاع آمریکا: آمریکا هرگاه لازم باشد از پاسخ دادن به حملات علیه پرسنل خود روی گردان نخواهد بود. وزیر خارجه انگلستان: از حمله به پایگاه هوایی عین الاسد که دوباره زندگی عراقی‌ها و نیروهای ائتلاف را در معرض خطر قرار داده بیزار هستیم. این حملات ثبات عراق را تضعیف می‌کند و باید فوراً متوقف شوند. وزیر خارجه دانمارک: حملات شرورانه علیه پایگاه عین الاسد در عراق کاملاً غیر قابل قبول است. دانمارک به حضور در نیروهای ائتلاف متعهد است و از نزدیک در هماهنگی با متحدان و شرکایمان کار می‌کند. سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد حملات موشکی در عراق: ما هرگز در استفاده از نیروی نظامی زمانی که جان آمریکاییان در خطر باشد تردید نخواهیم کرد. سناتور مارکو روبیو از اعضای ارشد سنای آمریکا: آخرین حملات موشکی به نیروهای آمریکایی کار رژیم ایران است. رژیم ایران موشک‌ها را می‌سازد و آنها را به گروه‌های شبه نظامی شیعی می‌دهد و به آنها می‌گوید به کجا و چه موقع حمله کنند. آنتونی گونزالس، نماینده کنگره آمریکا: شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران بار دیگر به یک پایگاه آمریکایی حمله کردند. رئیس جمهور بایدن باید سریع پاسخ دهد تا به رژیم ایران و دشمنان ما نشان دهد که حمله به نیروهای آمریکایی با نیروی در هم کوبنده مواجه خواهد شد. واشنگتن پست: کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حملات موشکی در عراق چالش جدیدی برای بایدن است. کیهان خامنه ای: با شلیک 14 موشک که از سوی افراد ناشناس اتفاق افتاد، تحقیر دوباره آمریکا در عین الاسد، حمله علیه اشغالگران آمریکایی در عراق طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت. عقب نشینی مفتضحانه رژیم در برابر آژانس اتمی در وحشت از تصویب قطعنامه شورای حکام. التماس و درخواست آخوند روحانی از ماکرون برای یک فرصت و مهلت 3 ماهه دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم، همراه با دعوت از گروسی برای حل و فصل مسائل حل ناشده. گروسی، مدیر کل آژانس: رژیم ایران توافق کرد که از اول ماه آینده روی جزئیات ابهامات به لحاظ فنی صحبت کنیم. بیانیه هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس انرژی اتمی: اکنون فرصت دیگری از طرف مدیر آژانس به ایران داده شده است تا همکاری‌های ضروری خود را تا قبل از اجلاس بعدی آژانس ارائه کند. ما از نزدیک مراقبیم تا پاسخ سازنده ایران را برای عملی کردن این پروسه ببینیم.
آژانس باید اطمینان حاصل کند که رژیم ایران به تعهدات پادمان خود عمل می کند و هیچ نشانه‌ای درباره مواد هسته‌ای در ایران وجود ندارد. آخرین گزارش مدیر کل نشان می دهد نه تنها چنین نیست، بلکه سوالات برجسته در حال افزایش است. رژیم ایران توضیحات لازم در مورد این مکان‌ها یا مکان پاکسازی شده‌ای که آژانس معتقد است این رژیم با فلز اورانیوم کار کرده ارائه نمی‌دهد. متابعت رژیم ایران از تعهدات پادمان اختیاری نیست و مستقل از تعهدات برجامی این رژیم است و به طور خاص تشخیص ذرات اورانیوم فراوری شده شیمیایی توسط آژانس در دو مکان اعلام نشده بسیار نگران کننده است. بنابراین شورای حکام باید تا حل و فصل موضوعات محکم و قاطع بایستد. انگلستان، فرانسه و آلمان ارائه قطعنامه درباره کاهش همکاری رژیم ایران با آژانس را به اجلاس بعدی شورای حکام در ماه ژوئن موکول کردند. یک دیپلمات در این باره گفت اگر همکاری رژیم ایران کفایت نکرد، طرح قطعنامه در نشست بعدی شورای حکام در ماه ژوئن می تواند از سر گرفته شود. واکنش رژیم آخوندی و قول اجرای کامل برجام پس از منتفی شدن پیشنویس سه کشور اروپایی با تلاش‌های فشرده رژیم و وساطت چین و روسیه. با تلاش‌های فشرده دیپلماتیک در تهران، وین و پایتخت‌های همه اعضای شورای حکام و به ویژه سه کشور اروپایی و همچنین همراهی چین و روسیه طرح قطعنامه منتفی شد. تحول امروز می تواند مسیر دیپلماسی را که ایران و آژانس باز کرده اند حفظ نموده و زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از سوی تمامی طرف‌های برجامی فراهم آورد. جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. وندی شرمن، کاندیدای قائم مقامی وزارت خارجه. شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 با 2015 که توافق برجام امضا شد فرق دارد و به توافقی محکمتر از برجام با رژیم ایران نیاز است. وندی شرمن: تعهد رئیس جمهور این است که رژیم ایران را از تهدید حیاتی علیه هر کسی متوقف سازد و به شرکایمان توان بازدارندگی بدهد. خانم شرمن گفت انتظار ندارد که دولت دموکرات بایدن رویکرد باراک اوباما را تکرار کند. جهان از سال 2016 که این توافق اجرا شد تغییر کرده است. واقعیت‌های روی زمین و ژئوپلیتیک منطقه تغییر کردند و راه رو به پیش نیز باید به همین ترتیب تغییر کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رژیم ایران ثبات منطقه را به خطر انداخته است. نت پرایس: ما می‌خواهیم توافق هسته‌ای را طولانی‌تر و قوی‌تر کنیم و به برنامه موشک بالستیک و فعالیت‌های شرورانه و خطرناک رژیم ایران در منطقه بپردازیم. سخنرانی بلینکن درباره استراتژی سیاست خارجی آمریکا: ما در دوران اوباما توافق هسته‌ای با رژیم ایران را داشتیم. آن توافق برای آن زمان مناسب بود، اما دوران دیگری است. استراتژی و رویکرد ما نیز متفاوت است. ما نمی‌توانیم به سادگی کار گذشته خود را از سر گیریم. ما با نگاهی تازه به دنیا می‌نگریم. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با PBS گفت: توپ در زمین رژیم ایران است. اگر این رژیم از توافق اتمی تبعیت کند،
در آن صورت برخی تحریم ها کاهش می‌یابد. ما راه طولانی تا آن نقطه داریم. رژیم ایران در جهت اشتباهی حرکت می‌کند و برنامه خود را خطرناک‌تر کرده است. سند استراتژی امنیت ملی دولت بایدن. با شرکای منطقه‌ای کار می‌کنیم تا مانع تجاوزات و تهدیدات رژیم ایران شویم. با متحدان خود به برنامه اتمی و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران می‌پردازیم. آخوند روحانی: در مرحله اول اگر آمریکا مایل هست تحریم‌ها را بردارد، بیاید داخل برجام. بعضی‌ها فکر نکنند یک فرصتی پیش آمده که بخواهند چیزی را بر برجام اضافه کنند. مذاکره جدید درباره برجام نداریم. تأکید وزیران خارجه عربستان، مصر، امارات و بحرین بر همکاری جامعه بین‌المللی برای متوقف ساختن برنامه اتمی رژیم آخوندی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی. فیسبوک: بیش از 100 گروه و حساب کاربری وابسته به رژیم‌های ایران، روسیه، مراکش و تایلند به دلیل رفتار تزویرآمیز و سازماندهی شده حذف شدند. بیش از 225,400 تن آمار جانگداز قربانیان کرونا در 497 شهر. نمکی، وزیر بهداشت رژیم: اگر شیوع کرونا با همین سرعت بالا برود، قطعا ما را گرفتار امواج سهمگین بیماری خواهد کرد. تاریخچی، معاون وزارت بهداشت رژیم: ویروس جهش یافته را تقریبا در همه استانهای کشور داریم. این ویروس سریع مبتلا می کند و مرگ و میر بیشتری دارد. رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم آخوندی: بسیج پیشنهاد داده یک مانور دو هفته‌ای برای شناسایی بیماران انجام دهد. افزایش محدودیت‌ها و قرنطینه در کشورهای مختلف. دولت فرانسه اعلام کرد محدودیت‌های شدید برای مقابله با کرونا را به مدت 4-6 هفته دیگر تمدید می‌کند. کمیسیون اروپا قوانین مربوط به استفاده از پاسپورت‌های مربوط به واکسیناسیون کرونا را اعمال خواهد کرد. آلبانی همچنان با آمار مرگ و میر بالای ناشی از کرونا مواجه است. تنها در 3 روز گذشته بیش از 50 نفر جان باختند که از ابتدای شیوع کرونا بی سابقه است. کنگره آمریکا، 3 مارس 2021، 13 اسفند 99. با افزوده شدن 45 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به حامیان قطعنامه 118، شمار امضا کنندگان این قطعنامه به 158 تن افزایش یافت.
قطعنامه 118 مجلس نمایندگان آمریکا از قیام مردم ایران و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برقراری یک ایران دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر اتمی و جمهوری حمایت می‌کند و نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی توسط حکومت ایران را محکوم می‌کند. اسامی و ایالت‌های 45 نماینده کنگره آمریکا که به امضا کنندگان قطعنامه ثبت شده دو حزبی 118 پیوستند. اسکات دیوید، دموکرات جورجیا، مارک دسالنیر، دموکرات کالیفرنیا، جفرسون واندرو، جمهوریخواه نیوجرسی، کارلوس گیمنز، جمهوریخواه فلوریدا، کوین هرن، جمهوریخواه اوکلاهوما، استفانی بایس، جمهوریخواه اوکلاهوما، رادنی دیویس، جمهوریخواه ایلینویس، گریگ پنس، جمهوریخواه ایندیانا، جک برگمن، جمهوریخواه میشیگان، بیل پاسی، جمهوریخواه فلوریدا. روسا دلارو، دموکرات کانیتیکت، استیون پالازو، جمهوریخواه میسیسیپی، تونی کاردیناس، دموکرات کالیفرنیا، لوی گومرت، جمهوریخواه تگزاس، داستی جانسون، جمهوریخواه داکوتای جنوبی، پت سشن، جمهوریخواه تگزاس، کریس پاپاس، دموکرات نیوهمشایر، دان بیشاب، جمهوریخواه کارولینای شمالی، تریسی من، جمهوریخواه کانزاس، تروی بالدرسون، جمهوریخواه اوهایو. کلی آرمسترانگ، جمهوریخواه داکوتای شمالی، فرید آپتون، جمهوریخواه میشیگان، مایک بوست، جمهوریخواه ایلینویس، جیک لاترنر، جمهوریخواه کانزاس، جان گرامندی، دموکرات کالیفرنیا، کن باک، جمهوریخواه کلرادو، کیم یانگ، جمهوریخواه کالیفرنیا، تام رایس، جمهوریخواه کارولینای جنوبی، جوان وارگاس، دموکرات کالیفرنیا، پت فالن، جمهوریخواه تگزاس. اندرو گاربارینو، جمهوریخواه نیویورک، سینتیا اکسنه، دموکرات آیووا، راجر ویلیامز، جمهوریخواه تگزاس، ماریا الویرا سالازار، جمهوریخواه فلوریدا، آدریان اسمیت، جمهوریخواه نبراسکا، جری کارل، جمهوریخواه آلاباما، آل گرین، دموکرات تگزاس، جیمز برد، جمهوریخواه ایندیانا، دایانا هارشبرگر، جمهوریخواه تنسی، فرانک لوکاس، جمهوریخواه اوکلاهاما. فرانکلین اسکات، جمهوریخواه از فلوریدا، رندی فینسترا، جمهوریخواه از آیووا، بت وندوینی، جمهوریخواه از تگزاس، توماس تیفانی، جمهوریخواه از ویسکانسین، کلودیا تنی، جمهوریخواه از نیویورک.
کنفرانس در کنگره آمریکا همزمان با افزایش شمار امضا کنندگان قطعنامه 118 به 158 نماینده کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه. سخنرانی های نمایندگان کنگره از کمیته های روابط خارجی، قوای مسلح، امنیت ملی، قضایی، اطلاعات، بودجه و نظارت بر امور دولت از هر دو حزب. محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام و سوختبران بلوچ. فراخوان‌های نمایندگان کنگره آمریکا، حسابرسی از رژیم آخوندی، محکومیت تروریسم آن، حمایت از قیام مردم ایران و طرح ده ماده‌ای خانم رجوی، حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر اتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت. استمرار سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی و خودداری دولت آمریکا از هر گونه امتیاز دادن به رژیم. سخنرانی های نمایندگان کنگره، تام مک‌کلینتاک، جمهوری‌خواه از کالیفرنیا، عضو کمیته قضایی. و براد شرمن، دموکرات از کالیفرنیا، عضو کمیته روابط خارجی. تام مک‌کلینتاک، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از کالیفرنیا. Hi everybody, this is Congressman Tom McClintock. اعضای کنگره از قطعنامه 118 حمایت کردند که بیانگر حمایت از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیر اتمی و محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی رژیم ایران است. من دولتمان را تشویق می‌کنم که به خواست شما گوش فرا داده و خانم رجوی و پلتفرم جفرسون گونه او را برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران مد نظر قرار دهد. براد شرمن، نماینده دموکرات کنگره از کالیفرنیا. Hello, I'm Congressman Brad Sherman from California's. قطعنامه 118 از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کند و دستگیری دیپلمات رژیم ایران به جرم توطئه قتل و نقشه بمب‌گذاری در گردهمایی ایران آزاد در پاریس را مورد تاکید قرار می‌دهد. رژیم ایران توسط دولت‌های قبلی آمریکا، دولت‌های اوباما و ترامپ و در حال حاضر توسط دولت بایدن به عنوان حامی تروریسم دولتی و جلودار تروریسم در جهان شناسایی شده است. Hi everybody, this is Congressman Tom McClintock. It's always an honor to join all of you who've sacrificed so much to restore the blessings of liberty to the long oppressed people of Iran. Well, you're not alone in your fight for freedom. So far, members of the U.S. House of Representatives, Democrat and Republican, representing more than 83 million Americans, have co-sponsored House resolution which expresses support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran,
and condemning the violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government. This is a strong statement that the people of the United States and their government want Iran's corrupt regime held accountable for its crimes against the people of Iran and their sponsorship of terrorism around the world. This resolution lays bare the Iranian regime's abuses of human rights and diplomatic norms, and it says with one voice, the world stands with the freedom fighters of Iran. For over 40 years, the United States had, in one way or another, attempted to encourage a change in behavior of the regime in Iran. Yet history affirms that the Ayatollah's thirst for massacre and murder at home, as well as terrorism and weapons of mass destruction abroad, has only increased. During these four decades, the Iranian regime has built an elaborate network of terror, particularly in Europe, under the cover of diplomacy, while also arbitrarily and brutally suppressing ethnic minorities, including Iranian Kurds, Baluchis, and Arabs, as well as religious minorities, including Christians, Jews, Baha'is, Zoroastrians, and Sunni Muslims, and deprived them of their basic human rights. In many cases, it has executed them. This includes the massacre of at least 1,500 people during the November 2019 nationwide uprising, and that of more than 30,000 political prisoners in the summer of 1988. House resolution demands of the international community what Amnesty International and many UN human rights officials agree on, that the United States should be involved in establishing an international investigation into the 1988 and 2019 killings of Iranian dissidents, holding the Iranian regime and its officials accountable for the abject disregard of human rights should be a key objective of the international community and also of the United States government. Of course, Iranian leaders have also been using terrorism to pursue their perverted foreign policy agenda. Earlier this year, a court in Belgium sentenced Iran's diplomat terrorist Assadollah Assadi to the maximum sentence of 20 years imprisonment for his role in planning to plant a bomb at the Free Iran gathering in 2018. Many of you were present in that gathering to support this movement and to show support for Mrs. Meriem Rejavi's 10-point plan for the future of Iran. I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rejavi and her Jeffersonian platform for a free, secular, and democratic republic in Iran. I'm encouraged that the new administration has promised not to lift the sanctions in order to bring Tehran back to the negotiation table and has demanded that it stop all nuclear enrichment work. That said, our national security, peace, and stability in the region, and the desire of the basic God-given rights of the Iranian people for freedom demand that the United States remain firm when it comes to the Iranian government, as firmness is the only language Ayatollahs in Iran are known to understand. Ladies and gentlemen, the world stands with you, and the moment for the freedom of Iran is fast approaching. Thank you, and good day. I'm the chief Democratic sponsor of House Resolution 118, expressing support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, non-nuclear Republic of Iran, and condemning violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian regime. The resolution highlights the recent arrest of an Iranian diplomat in Belgium for his conspiring to commit murder as part of a plot to bomb the Free Iran Gathering in Paris, 2018, a gathering that I'm pleased to have been able to virtually address. This arrest demonstrates the willingness of the regime to use its diplomats and its embassies to commit acts of terror around the world, particularly against the United States, our citizens and officials, as well as to terrorize Iranians.
I have been dedicated to helping those who are trying to achieve democracy in Iran, whether it's in meetings with the Prime Minister of Albania to make sure that Iranian exiles there are protected, or whether it is to fight against the hostage taking by the Iranian regime, particularly when they take American citizens as hostages. House Resolution 118 supports calls for the United Nations Security Council to work with the United States and our partners and allies to condemn the ongoing human rights violation perpetrated by the Iranian regime and establish a mechanism by which the United Nations Security Council can monitor and hopefully prevent such violations. We are all familiar with Iran's support for terrorism. Iran supports the Houthis, Hezbollah, and Hamas. Iran is identified by the Obama administration and even prior administrations, then by the Trump administration, and now by the Biden administration as a state sponsor of terror, a leading force behind, for example, Assad's brutal killing of tens and hundreds of thousands of people in Syria. And, of course, we cannot forget the Iranian regime's oppression of its own people. House Resolution 118 condemns Iran's state sponsor of terrorism, both at home and abroad, and recognizes the rights of the Iranian people to establish a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. With the introduction of this resolution, Congress sends a strong bipartisan message to Iran and its people that the United States does not tolerate the ongoing human rights violations perpetrated by the regime. Thank you very much. بیانیه هیئت آمریکا در شورای حکام آژانس. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اطمینان حاصل کند که رژیم ایران به تعهدات پادمان خود عمل می‌کند و هیچ نشانه‌ای درباره مواد هسته‌ای در ایران وجود ندارد. آخرین گزارش مدیر کل نشان می‌دهد نه تنها چنین نیست، بلکه سوالات برجسته در حال افزایش است. بیانیه هیئت دیپلماتیک آمریکا در شورای حکام آژانس. وین 4 مارس 2021، 14 اسفند 1399. ایالات متحده قویاً امیدوار است سرانجام نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای رژیم ایران برطرف شود. برای دستیابی به این نتیجه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بتواند اطمینان حاصل کند که رژیم ایران به تعهدات پادمان خود عمل می کند و هیچ نشانه برجسته‌ای درباره مواد هسته‌ای در ایران وجود ندارد که تحت راستی آزمایی آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی نباشد. آخرین گزارش مدیر کل نشان می دهد که نه تنها چنین نیست، بلکه سوالات برجسته در حال افزایش است. ایالات متحده در نگرانی دیگران در مورد تحولات گزارش شده توسط دبیر کل شریک است. متابعت از تعهدات پادمان اختیاری نیست و مستقل از اجرای تعهدات برجامی توسط رژیم ایران است. به طور خاص تشخیص ذرات اورانیوم فراوری شده شیمیایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در دو مکان اعلام نشده که سال گذشته رژیم ایران برای 7 ماه به آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی اجازه دسترسی نداد بسیار نگران کننده است. مدیر کل گزارش داد که به رغم 18 ماه درگیر بودن، توضیحات رژیم ایران در مورد وجود این ذرات همچنان نامطلوب است
زیرا از نظر فنی معتبر نیستند. آژانس به دنبال این است که اطمینانی را برقرار کند که هیچ ماده تعیین تکلیف نشده هسته‌ای تا امروز وجود ندارد و اینکه توضیحات مواد هسته‌ای موجود به طور کامل تعریف شده باشند. برای ایجاد اطمینانی که رژیم ایران میگوید، جامعه جهانی باید نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت اتمی‌اش داشته باشد، رژیم ایران باید بدون هیچ تأخیری در حل این مسائل همکاری کامل با آژانس داشته باشد. در چارچوب این تحولات پادمانی نگران کننده، رژیم ایران اخیراً به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاع داده که از 23 فوریه اجرای تعدادی از اقدامات مهم تایید و نظارت از جمله اقدامات خاص برجامی و مفاد پروتکل الحاقی ایران را متوقف خواهد کرد. این مراحل غیر سازنده است و رژیم باید معکوس عمل کند. ما از حرفه‌ای بودن مدیر کل و تیم وی در تلاش برای تعامل با ایران در این موارد مهم راستی آزمایی از جمله سفر اخیر آنها به تهران قدردانی می‌کنیم. توجه می‌دهیم به این اعلام که رژیم ایران به اجرای توافقنامه پادمان جامع خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور کامل و بدون محدودیت ادامه خواهد داد و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و رژیم ایران در مورد برخی اقدامات نظارت و تایید به تفاهم فنی موقت رسیدند. ما به طور کامل از تلاش‌های مدیر کل آژانس انرژی اتمی حمایت می‌کنیم. در این حال بر ضرورت برآورده ساختن تعهدات رژیم ایران به راستی آزمایی و التزاماتش تأکید می‌کنیم. اکنون فرصت دیگری از طرف مدیر آژانس به رژیم ایران داده شده تا همکاری‌های ضروری خود را تا قبل از اجلاس بعدی آژانس ارائه کند. ما از نزدیک مراقبیم تا پاسخ سازنده ایران را برای ماده کردن این پروسه ببینیم. راستی آزمایی قوی، جوهر اصلی سیستم عدم تکثیر تسلیحاتی و خشت بنیادی نیست که ترتیبات و توافقات یک عدم تکثیر تسلیحات اتمی پایدار بر آن استوار است. بنابراین شورای حکام بایستی تا حل و فصل این موضوعات محکم و قاطع بایستد. فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگوداز قربانیان در 497 شهر از 225400 نفر بیشتر است. نمکی: ابداً ما امسال را عید آرامی نمی‌بینیم. شاید اگر اسفند را خوب مدیریت می‌کردیم، بهار آرامی داشتیم. الان متأسفانه من چنین پیش‌بینی ندارم. زالی: بلاشک ویروس جهش یافته را در همه استان‌ها داریم. در خوزستان عزیز 30 تا 33 تا فوتی داریم. زالی: در استان تهران 2055 بستری داریم که 792 نفر در ICU هستند. مهمترین چالش ویروس جهش یافته است. دانشگاه پزشکی اهواز: از 20 بهمن ماه تا 12 اسفند 1/3 فوتی ها کمتر از 24 ساعت در بیمارستان بودند. 56% نمونه های خوزستان ویروس انگلیسی هستند. دانشگاه پزشکی کاشان: تعداد مبتلایان به کرونا فقط طی یک شبانه روز با افزایش 35% روبرو بوده است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 14 اسفند ماه 1399 اعلام کرد آمار جانگوداز جانباختگان کرونا در 497 شهر از 225400 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 8638 نفر، در البرز به 5633 نفر، در اصفهان به 14545 نفر، در بوشهر به 2274 نفر، در تهران به 53246 نفر،
در چهارمحال بختیاری به 1815 نفر، در خراسان شمالی به 3448 نفر، در خوزستان به 12015 نفر، در زنجان به 2455 نفر، در سمنان به 3595 نفر، در فارس به 6717 نفر، در کرمان به 4989 نفر، در گیلان به 8041 نفر، در مازندران به 9552 نفر، در مرکزی به 4563 نفر و در هرمزگان به 2445 نفر رسیده است. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت: ما که دستاندرکار نظام سلامت هستیم و می توانیم افق را یک مقدار دورتر ببینیم، ابدا ما امسال عید را عید آرامی نمی بینیم. ما شاید اگر اسفند را خوب مدیریت می کردیم بهار آرامی داشتیم. الان متاسفانه من چنین پیشبینی ندارم. حریفچی معاون وزیر بهداشت رژیم گفت: الان هشدار اینه، ما تقریبا ویروس جهش یافته رو در همه استانهای کشور بلا شک داریم، میتونیم بگیم داریم، یا ثابت شده یا به تدریج ثابت میشه. منتها ویروس غالب نیست. در استان خوزستان بیش از 50% موارد ویروس جهش یافته وارداتی است و این ویروس با اون خصوصیتی که شدید مبتلا میکنه، سریع مبتلا میکنه، مرگ و میر بیشتر میده. پیک هم زدیم، با این زاویه رفتیم، در اینجا با زاویه 80 90 درجه میریم. مثلا استان خوزستان از 30 تا 33 تا فوتی میدن، یعنی یک سوم کشور فوتی میدن خوزستانیای عزیزمون. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت تعداد بیماران جدید بستری در تهران با تشخیص کرونا 420 بیمار بوده که 92 نفر آنها در آی سی یو بستری شدند. تعداد بیماران بستری در مجموع در استان بالغ بر 2055 بیمار می شود که حدود 792 بیمار در آی سی یو هستند. مهمترین مسئله و چالش امروز ما در کشور، از جمله در تهران، بحث ویروس جهش یافته است که گروه های جوانتر را گرفتار می کند و می تواند از قدرت مرگ و میر بالاتری برخوردار باشد. در خوزستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه اکنون 1500 بیمار کرونایی بستری هستند گفت: از این تعداد حدود 366 بیمار در آی سی یو قرار دارند و حدود 60 بیمار نیز اینتوبه و بدحال هستند. موارد فوت از 20 بهمن تا 13 اسفند را بررسی کردیم. یک سوم آنها کمتر از 24 ساعت در بیمارستان بودند. حدود 56% از نمونه های خوزستان انگلیسی هستند که باعث افزایش سرعت انتشار و قدرت بیماریزایی شده است و به تبع آن مرگ و میر نیز افزایش خواهد یافت. در اصفهان رئیس دانشگاه پزشکی کاشان گفت تعداد مبتلایان به کرونا فقط طی یک شبانه روز در منطقه کاشان با افزایش 35% روبرو بوده است. در یزد سخنگوی دانشگاه پزشکی از شناسایی 11 بیمار مبتلا به ویروس انگلیسی در یزد، اردکان، میبود و خاتم خبر داد و گفت 163 بیمار کرونایی بستری هستند که 44 نفر آنها در آی سی یو هستند. در فارس مدیر روابط عمومی علوم پزشکی شیراز گفت 535 نفر در استان به دلیل ابتلا به کرونا بستری هستند که 105 نفر در آی سی یو هستند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 14 اسفند 1399. جلسه ستاد مقابله با کرونا با حضور آخوند روحانی، نمکی وزیر بهداشت رژیم: اگر با همین سرعت برود بالا، قطعاً ما را گرفتار امواج سهمگین بیماری خواهد کرد.
ما یک آتش زیر خاکستری داریم با توجه به این ویروسی که هم قدرت سرایت به مراتب بالاتر داره و هم قدرت گرفتار کنندگی به خصوص رو جوونا و بقیه گروه های آسیب پذیر. ما متاسفانه به گونه سرعت جایگزینی ویروس ووان با این ویروس داره میره بالا که اگر با همین سرعت بره بالا قطعا ما رو گرفتار امواج سهمگین بیماری خواهد کرد. ما در یکی از بیمارستان‌های تهران که آقای دکتری که ویرولوژیسته برای من گزارش آورده بود پریروز، از 10 تا کیسش متاسفانه 5 تا شده بود انگلیسی. خب این خیلی خطرناکه. یعنی ما هر چقدر بتوانیم کاری که داریم با رؤسای دانشگاه هم کنیم، فاصله جایگزینی ویروس موتاسیون یافته انگلیسی رو با ویروس ووان زیادتر کنیم، وقت بخریم، موفق تریم. به همین دلیل همه تلاشمون رو ما باید بگذاریم به این که کانونهای آلودهی که با ویروس انگلیسی شکل گرفتن رو مهار کنیم. سیاست جنایتکارانه کلان تلفات انسانی خامنه‌ای در همه‌گیری کرونا، کمبود مصنوعی و گرانی کالاهای ضروری مردم. سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک دوستان عزیز. دوستان، اینجا میدان استقلال مشهد. من الان که گذرم کردم یک صف نزدیک به حدوداً یک کیلومتری، بله یک کیلومتری، حدود 1000 متر مردم برای گرفتن مثلا 2 تا 3 کیلو گوشت، شاید مثلا 10,000 تومان قیمت فرق بکنه، اینجا به صف ایستادن. و این خیابان، تازه خیابان استقلال، یکی از خیابان‌های تقریبا میشه گفتش عیون نشین این شهره، یعنی یک قشر تقریبا مرفه. وقتی که مرفعین جامعه ما ای باشن که بندگان خدا بیان از صبح زود توی این صف بیستن، حدود مثلا 5 ساعت 6 ساعت تو صف هزاران نفر آدم بیان که بخوان برای حد اقل نیاز زندگیشون یه چیزی تأمین بکنن، ما باید در یک همچین فقری فرو رفته باشیم؟ آیا اون دقلبازان آخوند که در رأس امور نشستن خبر دارن؟ میدونن مردم به چه بدبختی گرفتارن؟ بعد در ضمن اینجا کرونا نیستش؟ آیا کرونا بهش آدرس میدیم میفهمه که اینجا نه؟ یا تراکم جمعیت رو هم نگاه کنید؟ کنار هم کدوم فاصله، با کدوم فاصله ایستادن اینها بندگان خدا؟ اکثرم سنا بالا، پیرمرد، پیرزن، بندگان خدا، خانواده های عیالدار اصطلاحاً، شرمسار از چه میدونم بچهشون، زنشون، عمری کار کردن، عمری دویدن، ولی متاسفانه الان هم باید بیان در صف بیستن برای تهیه نیازشون. خبرنگار سیمای آزادی و اینجا مشهد میدان استقلال. ظهره و این صف انقدر طولانی ادامه داره.
خبرها را از سیمای آزادی ادامه می دهیم. کاخ سفید آمریکا با انتشار سندی شاخصهای استراتژی امنیت ملی موقت دولت بایدن را تشریح کرد. در قسمتی از این سند درباره سیاست آمریکا در قبال رژیم آخوندی آمده است. رژیم ایران کماکان در صدد کسب توانایی‌ها و تکنیک‌هایی است که تعادل را برهم بزند. آمریکا با شرکای منطقه‌ای خود کار می‌کند تا مانع تجاوزات و تهدیدات رژیم ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه ایران شود. این سند می‌افزاید ایالات متحده بر اساس دیپلماسی بنیادین خود با متحدان و شرکای خود کار می‌کند تا به برنامه اتمی و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران بپردازد. ما حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را به ابعاد مناسب خواهیم رساند تا بتوانیم شبکه‌های تروریستی بین‌المللی و تجاوزات رژیم ایران را متوقف کنیم. بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تشریح سیاست خارجی دولت بایدن گفت بسیاری از ما که در دولت بایدن خدمت می‌کنیم در دوران ریاست جمهوری اوباما نیز خدمت می‌کردیم، از جمله خود رئیس جمهور بایدن. ما کارهای بسیاری را به انجام رساندیم، مانند توافقی که رژیم ایران را از توسعه سلاح‌های هسته‌ای باز داشت. سیاست خارجی ما همانطور که هر سیاست خارجی خوب باید باشد برای آن زمان مناسب بود، اما دوران کنونی دوران دیگری است. بنابراین استراتژی و رویکرد ما نیز متفاوت هستند. ما نمیتوانیم به سادگی کار گذشته کار خود را از سر گیریم. ما به نگاهی تازه به دنیا می نگریم. Yes. Many of us serving in the Biden administration also proudly served President Obama, including President Biden. And we did a great deal of good work to restore America's leadership in the world, to achieve hard-won diplomatic breakthroughs, like the deal that stopped Iran from producing a nuclear weapon, and to bring the world together to tackle climate change. Our foreign policy fit the moment, as any good strategy should. But this is a different time. So our strategy and approach are different. We're not simply picking up where we left off, as if the past 4 years didn't happen. We're looking at the world with fresh eyes. به گزارش سی‌اس‌پن، بلینکن همچنین گفت پرزیدنت بایدن قول داده که دیپلماسی و نه اقدام نظامی در اولویت باشد، اما به این معنی نیست که در زمان ضرورت از نیروی نظامی استفاده نکنیم. ما هرگز در استفاده از نیروی نظامی وقتی که جان اتباع آمریکا و منافع ما در خطر باشد تردید نخواهیم کرد. برای همین بود که پرزیدنت بایدن هفته گذشته حمله نظامی علیه شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران را در پاسخ به هدف گرفتن نیروهای آمریکا و ائتلاف در عراق را مجاز کرد. هرگاه که لازم باشد ما به اقدام نظامی دست می‌زنیم. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با PBS درباره مذاکره با رژیم آخوندی گفت شرکای اروپایی ما روسیه، چین، ایران و ما را به شروع گفتگوها در مورد بازگشت احتمالی به توافق اتمی دعوت کردند. ما موافقت کردیم، اما رژیم ایران گفت نه. باید ببینیم آنها چه کار خواهند کرد. ما صریح و روشن بوده ایم که مسیر دیپلماسی باز است. توپ در زمین ایران است و باید تصمیم بگیرد که آیا موافق است یا نه. ما روشن ساخته ایم رژیم ایران باید به تبعیت از التزاماتش در توافق اتمی بازگردد. و اگر این کار را بکند، ما نیز همین کار را می کنیم و این می تواند شامل کاهش بعضی از تحریم ها باشد. ولی مجدداً میگویم ما راه طولانی تا آن نقطه داریم. رژیم ایران در جهت اشتباهی حرکت میکند. در قدم اول و از همه مهمتر ما خواهان مشاهده بازگشت رژیم ایران به تبعیت از التزاماتش هستیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
اگر رژیم ایران از التزامات هسته‌ای خود مطابقت کند، آمریکا هم همان کار را خواهد کرد. سپس ما می توانیم توافق هسته‌ای را طولانی تر و قوی تر کنیم. هدف این است که رژیم ایران هرگز نتواند سلاح هسته‌ای به دست آورد و محدودیت‌های قابل راستی آزمایی را بر برنامه هسته‌ای آنها اعمال کند. وی افزود، ما همچنین در مورد برنامه موشک بالستیک رژیم ایران صحبت کرده ایم. اما به وضوح آنچه به فعالیت شرورانه این رژیم مربوط می شود، مانند ماجراجویی های خطرناک آنها در منطقه نیز باید صحبت کنیم. این قطعاً زمینه است که ما در صدد رفع آن هستیم. رژیم ایران به آتش درگیری ها در یمن دامن می زند و حوثی ها برای تسلیحات و پشتیبانی به رژیم ایران متکی هستند. به گزارش عرب نیوز، کمیته وزیران خارجه 4 کشور عربی شامل عربستان، مصر، امارات و بحرین با شرکت احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب روز چهارشنبه در قاهره بحران با رژیم ایران و راه‌های برخورد با دخالت‌های آن در امور کشورهای عربی و تقویت همکاری برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران را مورد بررسی قرار دادند. آنها بر ضرورت همکاری با جامعه بین‌المللی برای متوقف ساختن برنامه اتمی رژیم ایران که صلح و امنیت جهانی را مورد تهدید قرار داده است تأکید کردند. آخوند روحانی روز پنجشنبه در مذاکره با آمریکا در مورد برجام گفت: مذاکره جدید درباره برجام نداریم. بعضی از دوستان ما میگفتن آمریکا اول باید بیاد خسارت رو به ما بده تا ما با او حرف بزنیم تا با بیاد تو برجام. البته آمریکا خسارت به ما زده، بیش از 200 میلیارد خسارت مستقیم به ما زده در این 3 سال. ولی خب ما با دوستان گفتیم که فعلا این رو بذاریم برای مراحل بعد. در مرحله اول اگر آمریکا مایل هست تحریم ها رو برداره بیاد داخل برجام، برجام کم نمیشه، برجام زیاد نمیشه، یک متن واحد هست، یک توافقی است که تمام شده. این چیز جدید نیست. مذاکره ای در راجع به برجام ما نخواهیم داشت. دیپلماسی هست، تحریم شما هست، تحریم رو بردارید، کار دیپلماسی آغاز بشه، مذاکرات آغاز بشه، ما پیش بریم. وقت تلف نکنید لطفاً. من اینجا به صراحت بگم اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تأخیر بیفته مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران. ایران اعلام آمادگی کرده و گفته هر وقت تحریم برداشته بشه ما به تمام تعهدات ما عمل خواهیم کرد. درباره حرف‌های روز چهارشنبه روحانی که گفت هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد، کوچکی نژاد عضو کمیسیون بودجه مجلس ارتجاع گفت روحانی از جیب خالی مردم خبر ندارد. به او توصیه می‌کنم در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت کمتر حرف بزند. کیهان خامنه‌ای نیز با عنوان ارزیابی روحانی یا جیب مردم کدام به واقعیت نزدیک است نوشت روحانی در شرایطی که چرخ اقتصاد گرفتار بی سابقه ترین رکورد تورمی چند دهه اخیر شده و نمی چرخد مدعی شد امروز هم اقتصاد ما بهتر می چرخد و هم سانتریفیوژ ها. نرخ تورم بالای 50% و خط فقر که در سال 92 حدود 2 میلیون تومان بود امروز به بالای 10 میلیون تومان رسیده است. روزنامه سپاه پاسداران خطاب به آخوند روحانی نوشت نه اقتصاد چرخید و نه سانتریفیوژها. صحبت با مردم کوچه و بازار و رجوع به آمارهای رسمی نشان می‌دهد حقیقت چیز دیگری است. همکنون با توان هسته‌ای در سالهای 91 تا 93 فاصله فراوانی داریم. میزان واردات و صادرات نسبت به سال 92 تقریباً نصف شده است. میزان سرمایه‌گذاری برای اولین بار
از استهلاک کلی سرمایه در کشور کمتر شده است. این اتفاق تقریباً از سال 67 تا کنون بی سابقه است. متوسط رشد اقتصادی در طول 8 سال گذشته نزدیک به صفر است. روزنامه حکومتی وطن امروز تحت عنوان اظهارات عجیب روحانی درباره وعده انتخاباتیش در سال 92 نوشت: چرخید اما به عقب. مردم سخت‌ترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری می‌کنند. خرید گوشت اقساطی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و غیره حال و روز این روزهای مردم است. تورم نقطه به نقطه به بیش از 50%، رشد 550% قیمت مسکن، رکورد شکنی بی سابقه قیمت دلار و میانگین رشد اقتصادی 0% تنها گوشه‌ای از کارنامه دولت در اقتصاد است. این منبع حکومتی هشدار داد اوج شکست سیاست‌های اقتصادی دولت زمانی بود که اعتراضات در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد. اعتراضاتی مردمی که رفته رفته توسط گروه‌های معاند مصادره شد. روزنامه حکومتی رسالت نیز نوشت تازه‌ترین ادعای روحانی بررسی شد. چیزی نمی‌چرخد. احتمالاً سرگیجه دارید. توقف چرخ سانتریفیوژها که اتفاقاً برگ برنده ایران در پای میز مذاکره بود، خبری از چرخ اقتصاد هم نیست و سفره مردم هر روز کوچک می‌شد. اما کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند روز به روز پولدارتر می‌شدند و از برباد رفتن 18 میلیارد دلار منابع ارزی این کشور به خوبی منتفع شدند. روزنامه فرهیختگان متعلق به ولایتی مشاور خامنه‌ای نوشت حرفای روحانی اصلا جایی ندارد و در واقع زندگی مردم به این سادگی ها نخواهد چرخید. شاخص فلاکت که جمع بین تورم و بیکاری است اکنون حدود عدد 67 را نشان می دهد. این در حالی است که این عدد در سال 96 زیر 20 بود. به ادامه خبرها از سیمای آزادی توجه فرمایید. دشخیمان خامنه‌ای یک زندانی را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کردند. این زندانی که روز چهارشنبه اعدام شد از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می برد. مرکز آمار رژیم اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته و به 588.8% رسید. تورم نقطه به نقطه سال گذشته 498.2% بود که نسبت به سال قبل 96% رشد نشان می‌دهد. کیهان خامنه‌ای موج انزجار عمومی در فضای مجازی علیه رژیم را ویروس جهش یافته توصیف کرد و نوشت هر روز و هر ساعت دشمنان، جوانان و نوجوانان زیادی را از جامعه ما آلوده این فضا کرده و از ما می‌گیرند و معلوم نیست این نفوذ و تخریب تا کجا باید ادامه داشته باشد. به گزارش رسانه‌های حکومتی پاکستان از واردات گاز ایران با وجود خط لوله گاز ایران که تا لب مرز پاکستان کشیده شده بود انصراف داد و با قطر برای واردات 10 ساله گاز قرارداد بست. روزنامه حکومتی آفتاب یزد نوشت پاکستان 2 ماه پیش هم با روسیه قرارداد امضا کرده بود. بازار گاز هند هم احتمالاً از دست رفته است. این منبع می‌افزاید پروژه‌ای که پاکستان در اردیبهشت ماه 98 اطلاع داده بود مادام که جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های آمریکاست امکان تکمیل خط لوله ایران پاکستان وجود ندارد. یک کارشناس حکومتی نیز با اعتراف به حیف و میل اموال مردم ایران گفت ما 1100 کیلومتر خط لوله از پارس جنوبی تا مرز پاکستان کشیده ایم که هزینه بیش از 3 میلیارد دلار در پی داشته است. این در حالی است که
پاکستان طی این همه سال اقدامی برای احداث خط لوله در خاک خود نکرد. دولت فرانسه اعلام کرد محدودیت‌های شدید برای مقابله با کرونا را به مدت 4 الی 6 هفته دیگر تمدید می‌کند. آمار ابتلا طی چند هفته گذشته همچنان بالا بوده است. هم‌اکنون در 20 منطقه فرانسه منع تردد بعد از ساعت 6 بعد از ظهر و قرنطینه کامل در روزهای آخر هفته برقرار است. احتمال دارد این محدودیت‌ها به کل کشور فرانسه گسترش پیدا کند. این کشور در 24 ساعت گذشته 410 فوتی بر اثر کرونا داشته است. در همین مدت در آلمان 418 نفر، در ایتالیا 343 نفر و در انگلستان نیز 343 نفر بر اثر کرونا درگذشتند. کمیسیون اروپا از ماه جاری قوانین مربوط به استفاده از پاسپورت‌های سبز مربوط به واکسیناسیون کرونا را اعمال خواهد کرد. سیستم کوواکس در تلاش برای گسترش پروژه واکسیناسیون در جهان تا پایان ماه می اواسط خرداد 237 میلیون دوز را در 142 کشور توزیع خواهد کرد. آلبانی همچنان با آمار بالای جانباختگان کرونا مواجه است. تنها در 3 روز گذشته بیش از 50 نفر جان باختند که از ابتدای شروع کرونا بی سابقه است. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 21 نفر دیگر جان خود را از دست دادند که بالاترین رقم تلفات یک روزه است. همچنین از 3149 آزمایش انجام شده 851 نفر معادل 27% مبتلای جدید به کرونا تشخیص داده شدند. آخرین خبر، رژیم آخوندی در وحشت از تصویب قطعنامه شورای حکام به یک عقب نشینی مفتزهانی دیگر در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست زد و از گروسی برای حل و فصل مسائل حل نشده دعوت کرد. به گزارش سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد رژیم ایران بالاخره از ابتکار من استقبال کرد و پذیرفت برای روشن شدن برخی مسائل مبهم به صورت متمرکز مشارکت کند. وی گفت جلسه فنی با رژیم ایران برای ماه آینده برنامه ریزی شده و کشورهای اروپایی رأی گیری طرح مربوط به محکوم کردن رژیم به خاطر خروج از لایحه الحاقی را به 2 ماه دیگر موکول کردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش داد تحولات به مسیر مثبت افتادند و ما به خصوص طی چند روز اخیر نشانه های امیدوار کننده ای از سوی رژیم ایران دریافت کردیم. هدف این است که تا قبل از نوروز همگی سر یک میز بنشینیم. با این حال کشورهای اروپایی موضوع قطعنامه را فراموش نکرده و اگر ببیند آژانس با حکومت ایران مشکل دارد، بار دیگر قطعنامه را در خرداد ماه مطرح خواهند کرد. رویترز نیز گزارش داد، یک منبع فرانسوی میگوید یک نشانه مثبت این است که رژیم ایران به گونه‌ای که گزارش شده، تولید فلز اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده، هرچند که این امر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی نشده است. بینندگان عزیز، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.